بچه عزیز سلام، وقتتون بخیر. به چهارمین جلسه از مجموعه کلاس‌های آنلاینمون خوش اومدین. امروز مطلب پیوستگی به مطالب جلسه قبل نداره، به خاطر همین دوستانی که جلسه اولشونه که ما در خدمتشون هستیم نگران این موضوع نباشن و با خیال راحت فقط درس امروزمون رو گوش بدن که مطلب امروز رو یاد بگیرن. تمام مطالب گفته شده در چهار جلسه معارفمون دوباره به صورت خیلی فشرده و خیلی حرفه‌ای به همراه تست زنی از هفته آینده که دیگه شروع رسمی کلاس هامونه مجدد براتون گفته خواهد شد. یه نکته دیگر هم بگم بچه ها، ما تمامی جزواتی که سر کلاس تدریس میکنیم به اضافه مجموعه تست هایی که اینجا با هم دیگه کار میکنیم رو بعد از این که کلاسمون بعد از این که هر جلسه کلاسمون برگزار شد هم توی پنلتون قرار میدیم، توی پنلتون توی سایت، و همین که توی گروه واتسپی که با هم دیگه میزنیم به همراه 3 تا از پشتیبانهای من که برای رفع اشکال و پیگیری کارهاتون توی اون گروه اد خواهند شد گذاشته میشه این مجموعه تست ها و مجموعه جزوات و تمامی کارهایی که برای کلاسمون لازمه. از هفته آینده که دیگه روال پیگیری دو طرفمون شروع بشه، ما انشالله هر جلسه متناسب با تدریسی که از هر مبحثی انجام میدیم تست براتون مشخص میکنیم، یا مجموعه تست خودم بهتون میدم یا کتاب تست معرفی میکنم، از روی اون کتاب تست مجموعه تست خواهید زد و به صورت هفتگی برای پشتیبانهای من میفرستید که بتونید در واقع از اون مطالب گفته شده در هر هفته تست بزنید که اشکالاتتون در بیاد و کار رو عالی جلو ببرید. بچه یه انرژی به من بدین، تمام کسایی که سر کلاس هستن و بیدارن و پر انرژی هن یک کامنت کنن من یه خورده انرژی بگیرم بریم درس رو شروع کنیم. دمتون گرم، دمتون گرم، عالی. خب بچه ها، مبحثی که امروز میخواییم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم یکی دیگه از مباحث فصل 1 سال دهمه که مربوط به نوشتن آرایش الکترونی طبق اصل آفباه. پس در واقع من عنوان بحثم رو میزنم آرایش الکترونی و اصل آفبا. بچه ما میدونیم که در ساختار اتم دیگه همه حواسا به من باشه، خیلی زیاد با تمام انرژی و هوش و حواست فقط به من گوش بده. نه هیچی نیازی زیاد داشت بکنید، فقط با دقت به من گوش بدید. فایل در واقع نوشته شده و کامل این براتون گذاشته خواهد شد توی پنلتون. ما یاد گرفتیم که در ساختار یک اتم مجموعه ای از لایه ها و زیر لایه ها قرار دارند که الکترون ها در اون لایه ها و زیر لایه ها حول یک قوانین مشخصی در حال گردش به دور هستند. پس لایه ها و زیر لایه ها مجموعه محل هایی هستند که ما برای قرارگیری الکترون ها و چرخش الکترون ها ازشون استفاده میکنیم. اما چیدمان و ترتیب قرارگیری این لایه ها و زیر لایه ها قصه ایه که اصل آفبا رو برای ما میسازه. اصل آفبا برای ما توضیح میدهد که لایه ها و زیر لایه های ساختار اتم، جمله ما آروم دوباره تکرار میکنم، اصل آفبا برای ما توضیح میده که لایه ها و زیر لایه ها در ساختار اتم به چه ترتیبی قرار گرفتند و به چه ترتیبی از الکترون پر می شوند. دوباره به خاطر اهمیت جمله رو میگم، اصل آفبا برای ما توضیح می دهد که لایه ها و زیر لایه های ساختار اتم با چه ترتیبی کنار هم قرار گرفتند و با چه ترتیبی از الکترون پر می شوند. درست شد؟ خب ببینید بچه ها، اولین و مهمترین تناقضی که وجود داره و اصلا حول
این تناقض بحث امروزمون شکل میگیره و میرسیم به یکی از موضوعات مهم کتاب دهم که میخوام تست کنکورش هم همین امروز با هم دیگه بزنیم و ببینید که چقدر راحت میشه با این مطالب در واقع تستش رو زد. یه قصه ترتیب قرارگیری زیر لایه هاست، یا بهتره بگیم ترتیب فاصله زیر لایه ها از هسته، ترتیب فاصله زیر لایه ها از هسته، این یه بحث. یه بحث در مورد ترتیب پر شدن زیر لایه ها از الکترونه، اینم یه بحث. پس یه بحث ترتیب فاصله زیر لایه ها از هسته است و یه بحث ترتیب پر شدن زیر لایه ها. ما اگر فرض کنیم که اینجا هسته اتم باشه، شما میدونید هسته رو با علامت مثبت نشون میدن، چون هسته محل قرارگیری پروتون های مثبت و نوترون های خنثاست. شما به من بگید حاصل کنار هم نشستن بار مثبت و خنثا چی میشه؟ حاصل کنار هم نشستن بار مثبت و خنثا چی میشه؟ باریکلا، مثبت و خنثا و هم میشن مثبت، درسته؟ بچه یه لحظه صبر کنیم، معنا ادامه میدم. نه نمیخوام. اوکی، مرسی، عالی. خب پس ما به این خاطر هسته رو با بار مثبت نشون میدیم که محل قرارگیری همزمان پروتون مثبت و نوترون خنثاست. خب مجموع بارش میشه مثبت. حالا اطراف هسته در لایه ها و زیر لایه های الکترونی قرار الکترون ها بشینن. ترتیب قرارگیری زیر لایه ها به این ترتیبه، ترتیب قرارگیریشون. اول لایه یکمه و زیر لایه یک اس، بعد زیر لایه دو اس و دو پی، بعد زیر لایه 3S و 3P و 3D، بعد زیر لایه 4S و 4P و 4D و 4F، بعد زیر لایه 5S و 5P و 5D و 5F، بعد زیر لایه 6S و 6P و 6D و 6F، و بعد همین داستان برای 7S و 7P و 7D و 7F که حالا با ادامهش دیگه کاری نداریم. این میشه ترتیب قرارگیری زیر، ببین نوشتم ترتیب فاصله زیر لایه ها از هسته. یعنی اگر یعنی اگر از ما پرسیدن، که بین زیر لایه 3D و 4S جواب میخوام، اگر از ما پرسیدن بین زیر لایه 3D و 4S کدوم یکی به هسته نزدیک تر است، بین 3D و 4S کدوم یکی به هسته نزدیک تر است، بچه ها کامنت بذارین همه جواب بدن کدوم به هسته نزدیک تره. دقت کن ببینید بچه ها، من اینجا نوشتم ترتیب فاصله، 3D رو زودتر نوشتم یا 4S رو؟ آها، باریکلا ماشالله. بین 3D و 4S، 3D به هسته نزدیکتر است. بین 3D و 4S، دمتون گرم، 3D به هسته نزدیکتر است. پس از نظر فاصله ما بی نظمی نداریم. تو رو خدا اینو درک کنید، مهمه. طراحا اینو سوژه میکنن تو تستا، ازمون میپرسن و مدلای عجیب غریبی هم میپرسن. اگر رو مفهومش مسلط نباشیم گیر میکنیم. در مورد فاصله زیر لایه از هسته هیچ داستانی وجود نداره، هیچ بی‌نظمی، هیچ استثنایی و هیچ مشکلی وجود نداره. هر کی ضریبش کوچیکتره به هسته نزدیکتره و هر کی ضریبش بزرگتره از هسته دورتره. و تو خود زیر لایه های هم ضریب S, P, D, F به ترتیب از هسته دارن دور میشن. S, P, D, F هر چی ضریب بزرگتر فاصله بیشتر، و بین همضریب ها S, P, D, F هی فاصله شون داره از هسته بیشتر میشه. حالا بریم سراغ ترتیب پر شدن زیر لایه ها از هسته. ترتیب پر شدن، اینجا میخوایم به یه قصه قشنگ برسیم، لطفا اینو بهش زیاد دقت بکنید.
اگر قرار باشه ما حالا شروع کنیم این زیرلایه ها رو از الکترون پر کنیم، قصه اینجوریه. اولین زیرلایه‌ای که از الکترون پر میشه زیرلایه یک اسه، بعد دو اس و دو پیه، بعد سه اس و سه پیه، بعد چهار اس و سه دی و چهار پیه. از همینجا بی نظمی شروع شد. بی نظمی در ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون شروع شد. آقا ما میگیم سه دی جزء لایه سومه، اما میاد بین چهار اس و چهار پی پر میشه. چرا؟ در موردش صحبت میکنیم. آیدا محمودی گفته مگه نمیایم اول چهار اس رو پر کنیم؟ باریکلا آیدا محمودی، داری راجع به ترتیب پر شدن حرف میزنی. نگار مهدوی گفته استاد قبلا یه جا استثناء بود که زودتر اینها، همین چیزی که الان راجعش صحبت میکنیم. بین سه دی و چهار اس، بله علی آقای نظرپور، بله دقیقاً درسته. بچه‌ها ما الان داریم حالا راجع به ترتیب پر شدن صحبت میکنیم. ترتیب پر شدن اول یک اس، بعد دو اس، دو پی، سه اس، سه پی، چهار اس، سه دی، چهار پی، بعد پنج اس و چهار دی و پنج پی، بعد شیش اس و چهار اف و پنج دی و شیش پی، و بعد هفت اس و پنج اف و شیش دی و هفت پی. الان میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا این بی نظمی ها در وضعیت ترتیب پر شدن زیرلایه ها اتفاق میفته. باریکلا جوابش دقیقا همون چیزیه که بچه ها دارن میگن. جوابش اختلاف در سطح انرژیه. پس می نویسم چرا این اتفاق میفته، این ترتیب چرا اتفاق میفته؟ دلیل اختلاف سطح انرژی زیر لایه ها. اختلاف در سطح انرژی زیر لایه ها. اختلاف در سطح انرژی زیر لایه ها. حسین جان تایلایت بازم نداره، سخت اضافه کنیم الان. ببخش صدا رو دارن؟ بچه ها الان ادامه میدیم، یه لحظه صبر کنید، یه لحظه صبر کنید، الان ادامه میدیم. خوبه همین زردالی. الان تصویر میاد بچه، الان دوباره میاد، نگران نباشید، الان تصویر میاد. مرسی، عالی. خب بچه صدا و تصویر رو کیه؟ صدا و تصویر رو دارید؟ بریم. میخوایم ببینیم چرا این اتفاق میفته. دقیقاً دلایلی که دوستان دارن میگن و بیشتر کسایی که جواب دادن بر اساس اختلاف سطح انرژی میگن کاملاً استدلال درستیه. نگار در واقع سوال پرسه چرا ترتیب در فاصله با نظم ولی در زیرلایه بی نظم. همینو میخوایم بهش برسیم. الان میخوایم این داستان رو بفهمیم چرا اینجوری میشه. خوب به من دقت کنید بچه ها، خوب به من دقت کنید لطفا. اینجای بحث خیلی مهمه. من اینو بیارم روی این ترتیب پر شدن زیر لایه ها نگه دارم. بچه های عزیز، ما اگر شروع کنیم عدد N زیر لایه هایی که توی این ترتیب قرار دارن رو بنویسیم، عدد N زیر لایه هایی که اینجا الان نوشتیم رو میخواییم بنویسیم. میخوایم در مورد Nشون بنویسیم. میدونیم N یعنی ضریب پشت زیرلایه ها. پس اگر من شروع کنم عدد N هر کدوم از این زیرلایه ها رو بنویسم، همون عدد پشتش، یعنی یک اس میشه یک، دو اس دو، دو پی دو، بعدی سه و سه، بعدی چهار و سه و چهار،
بعدی 5 و 4 و 5 همون ضریبای پشتشون رو فقط دارم می‌نویسم 6 و 4 و 5 و 6 7 و 5 و 6 و 7 همه فهمیدن این عدد چیه و از کجا اومد؟ همه فهمیدن این عدد چیه و از کجا اومد؟ همون ضرایب پشت زیر لایه ها رو دوباره نوشتم ضرایب پشت در زیر لایه ها رو دوباره نوشتم حالا میخوام عدد Lشون رو بنویسم بچه ها عدد L یا عدد کوانتومی فرعی همونی بود که میگفتیم اگر S باشه 0 میذاریم P باشه 1 میذاریم D باشه 2 میذاریم F باشه 3 میذاریم پس 0, 1, 2, 3, S, P, D, F S, P, D, F, 0, 1, 2 و 3 درست شد؟ یک S پس اینش میشه 0 دو S و دو P پس میشه 2 ببخشید S و P میشه 0 و 1 درسته؟ S 0 P 1 بعدی دوباره S و P پس 0 و 1 بعدی SDP 0 2 1 بعدی SDP با 0 2 1 بعدی SFDP میشه 0 3 2 1 بعدی هم SFDP میشه 0 3 2 1 فقط طبق دستورالعمل SPDF 0 1 2 3 اومدم عددهای Lشون رو هم نوشتم حالا خوب دقت کن برای هر کدوم از اینا من الان یه عدد N نوشتم یه عدد L نوشتم برای هر کدوم از این زیر لایه ها حالا میخوام عدد دقت کن N به علاوه L بنویسم براشون حالا میخوام عدد N به علاوه L بنویسم N به علاوه L یعنی همین دو عددی که برای هر زیر لایه مشخص کردم و میخوام با هم دیگه جمع کنم ببین همین عددی که برای هر زیر لایه زیر همه یه N یه L اینا رو شروع کنم با هم دیگه چیکار کنم جمع بکنم و جمع N به علاوه L هر زیر لایه ایم رو بنویسم یک با صفر میشه یک دو با صفر میشه دو دو با یک میشه سه سه با صفر میشه سه سه و یک میشه چهار چهار و صفر چهار سه و دو پنج چهار و یکم پنج پنج و صفر پنج چار و دو شیش پنج و یک شیش شیش و صفر شیش چار و سه هفت پنج و دو هفت شیش و یک هفت هفت و صفر هفت پنج و سه هشت شیش و دو هشت هفت و یکم هشت حالا چیزی که برای من مهمه اینه که وقتی به این عددا نگاه میکنم میبینم عددا کاملا به ترتیبن یک دو سه سه چهار چهار پنج 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 شیش 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 هفت 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 هشت 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 همه عدد به ترتیبن پس ما نتیجه میگیریم به این قصه ترتیب پر شدن زیر لایه ها به این ترتیب پر شدن زیر لایه ها میگفتیم اصل آفبا که اصل آفبا بی نظمی دارد اصل آفبا بی نظمی دارد اما در واقع الان داریم میبینیم بی نظمی در کار نیست اتفاقا یک نظمی دارد فقط ما تا الان نمیدونستیم اون نظم چیه یه بار دیگه بگم بچه ها قصه از این قراره که ما این تخته رو گفتیم که به این نتیجه برسیم اگر از این به بعد از ما پرسیدن همه دقت کنن همه دقت کنن همه دقت کنن همه دقت کنن سوالاشون برطرف میشه از این به بعد اگر از ما پرسیدن ملاک چیدمان زیر لایه ها از الکترون چیه؟ چیدمانه همه حواسه اینجا اگر از این به بعد از ما پرسیدن ملاک چیدمان الکترون ها توی ساختار اتم چیه؟ میگی مجموع N به علاوه L مجموع N به علاوه L نه فقط N به تنهایی نه فقط L به تنهایی جمع N به علاوه L یعنی دوتاشون باید با هم جمع بشه یه عددی میسازه هر زیر لایه‌ای بچه ها هر زیر لایه‌ای الان یک S دو S دو P سه S سه P دارم مرور میکنم برای بچه‌ای که گفتن خوب نفهمیدین هر کدوم از این زیر لایه‌ها یه عدد N داره یه عدد L داره یه عدد N داره یه عدد L داره الان یک S ضریب پشتش یکه پس Nش یکه
زیلایش اس اینها اس گفتیم الش صفره پس یعنی یک صفر دارم ان و ال رو میگم بیایید یه کاری بکنیم بیایید یه کاری بکنیم من دست میذارم روی هر زیرلایه‌ای ان و الش رو با هم دیگه بگیم دست میذارم رو هر زیرلایه‌ای ان و الش رو با هم دیگه بگیم حالا توضیح میدم اونایی که ان به علاوه الشون برابره طبق چه ترتیبی چیده میشن بچه ها یک اس همه جواب بدن یک اس انش چنده؟ یک اس انش چنده؟ باریکلا الش چنده؟ ال حالا برو رو ال آها الش صفره الش صفر پس جمع ان به علاوه ال یعنی یک و صفر میشه یک بعدی دو اس آقا دو اس انش چنده؟ انش باریکلا دوه الش چنده؟ ال ماشالله صفر باریک یک چیه این وسط؟ بچه تو رو خود دقت کن یک نداریم مثلا این وسط برای دو اس ضریب پشتش دوه پس یعنی انش دوه چون زیر لایه اس هم هست اس الش صفره پس ان و الش دو و صفرن ان و الش دو صفرن اینها نوشیم دو صفر جمعشون هم میشه دو بیا یه خورده پیشرفته تر بریم جلوتر آقا بریم سراغ سدی خب زیلای سدی یه ضریب پشت داره که این ضریب پشت سه پس یعنی انش چنده سه درسته؟ زیلای دی هم هست بچه ها دی الش چنده؟ کامنت دی الش چنده؟ آره رفت پایین باریکلا دی الش دوه پس یعنی سه دی انش سه الش دو یعنی سه به علاوه دو جمع ان به علاوه الش میشه پنج خلاصه صحبت آقا پسرها و دختر خانومای گل ما برای هر زیرلایه‌ای در ساختار اتم یه ان داریم یه ال داریم ان ضریب پشتشه ال عدد زیرلایه‌شه حالا میایم این عدد ان و ال رو برای هر زیرلایه‌ای با هم دیگه جمع میکنیم و برای هر زیرلایه یه چیزی به دست میاریم به نام N به علاوه L N به علاوه L زیرلایه ها رو اگر بچینیم میبینیم که این بی نظمی اصل آفبا دقیقا داره بر اساس ترتیب و نظم N به علاوه L چیده میشه پس آیا اصل آفبا بی نظمی است؟ خیر بی نظمی نیست این نظمه آیا اصل آفبا بی نظمی است؟ خیر کاملا نظمه اما نظم چی؟ نظم ترتیب N به علاوه L زیر لایه ها هر کی N به علاوه Lش کوچیکتر زودتر از الکترون پر میشه هر کی N به علاوه Lش بزرگتر دیرتر از الکترون پر میشه چند تا از بچه ها پرسیده بودن از من آقا اونایی که N به علاوه L برابر دارن چی؟ اونایی که N به علاوه L برابر دارن چی؟ مثلا الان اینجا ما میگیم 5 5 5 حالا بچه ها نگاه کنید این تیکه جمع N به علاوه Lش 5 3 و 2 4 و 1 5 و 0 توی این مدل در واقع زیر لایه ها حالا بر اساس N مرتب میشن عدد N 3 4 5 پس اگر عدد N به علاوه L برابر بود بر اساس عدد N مرتب میشون من این رو اضافه کنم مثلا این بازه‌ای که اینها این تیکه‌ای که N و L N به علاوه L برابر دارن این تیکه‌ای که N به علاوه L برابر دارن این تیکه‌ای که N به علاوه L برابر دارن و این تیکه‌ای که N به علاوه L برابر دارن که البته این تیکه 8 هم هست دیگه اگر قرار باشه توضیح بدیم اینا به چه ترتیبی پر میشن بر اساس چی پر میشن ترتیب عدد Nشون نگاه کن N کوچیک به بزرگ اینها مثلا برای 4 3 و 4 برای 5 نگاه کن 3 4 5 برای این سه تای بعدی 4 5 6 برای 4 تای بعدی 4 5 6 7 برای سه تای بعدی 5 6 7 پس این پایین دقت کن چی می نویسم زیر لایه هایی که n به علاوه l برابر دارند به ترتیب n پر می شوند
از n کمتر به n بیشتر. از n کمتر به n بیشتر. درست شد؟ حالا هر چی زیر لایه من توی این ترتیبی که نوشتیم عقبتر باشه، یا بهتره بگیم n به علاوه l کوچیکتری داشته باشه، n به علاوه l کوچیکتری داشته باشه، سطح انرژیش کمتره و پایداریش بیشتره. به همین خاطره که زودتر از الکترون پر میشه. پس ببین چی مینویسم. مینویسم هرچه n به علاوه l مقدارش کوچیکتر باشه، این کوچیکتر بودن n به علاوه l باعث میشه تا سطح انرژی زیرلایه کمتر و پایداری زیرلایه بیشتر باشه. پایداری زیرلایه بیشتر، سطح انرژیش کمتر، پایداریش بیشتر. درست؟ و این سطح انرژی کمتر و پایداری بیشتر، سطح انرژی کمتر و پایداری بیشتر باعث میشه الکترون ها تمایل بیشتری برای قرارگیری توی اون زیرلایه ها داشته باشن. پس این در نتیجه میدهد پر شدن زودتر آن زیرلایه. بچه‌ها یه کلاسی رو در نظر بگیرید، یه کلاسی رو در نظر بگیرید که یه تعدادی صندلی داره. خوب به مثالم گوش بدید برای اینکه موضوع رو درک کنید. فرض کنید یه کلاسی داریم که یه تعدادی صندلی داره. این کل چیزیه که خیلی مهمه و شما باید بر این تخته مرگبار مهم. این تخته دوتا تست کنکورتونه. حالا یه سری هم میگم میخوان اسکرین بگیم، ولی بچه ها جزاشو میزنیم، خوشگلتر ترتمیزتر هم هستی از اسکرین. بچه ها اعداد جلوی SPDF، مریم خانوم، خانوم یوسفی، اعداد جلوی SPDF اعداد L، عدد L یا عدد کوانتومی فرعی. تو سال دهم به این عدد میگفتن اعداد کوانتومی فرعی یا L. درست شد؟ کلاس تا ساعت 1:30. چرا تمام 3 و 4 اونایی که شبیه هم هستن کنار هم نوشتن؟ بچه‌ها اصلا این نگار خانم مهدوی، اینا ملاک ترتیب زیرلایه هاست. یعنی اصلا میگن زیرلایه ها رو به چه ترتیبی مرتب کنیم؟ به ترتیب n به علاوه l. یعنی همه اونایی که n به علاوه lشون یکسانه، اول همه یک ها رو بنویس، بعد همه دو ها رو، بعد همه سه ها رو، بعد همه چهار. استاد این رمز نه، رمز ممزو ولش کن، اینا چیز اختصاصی کلاسمونه. بعد از انشالله دیگه خصوصی شدن کلاس انشالله وارد اون داستانه میشیم. کدوم زیر خانوم شیریان فکر کنم اینو بیاور پرسیدی، من توضیح دادم کدوم زیر لایه ها انرژی بیشتری داره. به همین ترتیبی که داریم مینویسیم دیگه، هر چی عدد n به علاوه l بزرگتر باشه، یعنی انرژی نه دیگه، این پایین نوشتیم، هر چی n به علاوه l کمتر باشه سطح انرژی کمتره، پایداری بیشتر. شما دقیقاً داری میپرسی کدوم زیر لایه انرژی بیشتری داره. خب اگه بخوایم ببینیم کدوم سطح انرژی بیشتری داره، اونی که n به علاوه l بیشتری هم داشته باشه. هر چی عدد n به علاوه l یک زیر لایه بیشتر باشه، عدد بزرگتری باشه، اون زیر لایه سطح انرژی بیشتری دارد. استاد شما فصل 10 و 11 و 12 رو به ترتیب درس میدین؟ بله، فصل های 10 و 11 و 12 به ترتیب درس میدیم. در نیم سال اول نصف کتاب 12 و کل 10 درس میدیم. تو نیم سال دوم نصف دیگه کتاب 12 و کل پایه 11 رو درس میدیم. استاد میشه تفاوت پایداری و اوکتت رو پایداری اصلا چه ربطی به اوکتت ده؟ یعنی فرقشون، تفاوتی اصلا، این دوتا کلمه مجزا از همن. رسیدن به آرایش اوکتت یعنی پر شدن کامل زیر لایه ها. اگر شما در نظر بگیرید آرایش S2P6، آرایش S2P6 این 8 الکترون توشه، به این میگن آرایش اوکتت.
حالا زمانی که یک عنصری آرایشش به آرایش اوکتت برسه، پایداری در واقع زیادی پیدا میکنه، چون پایدار شده و دیگه به آرایش گاز نجیب رسیده. پس پایدارترین آرایش الکترونی آرایش اوکتته. میشه یه دونه رمز بگید باشون آشنا بشین؟ بعدن اینا بعدن انشالله سر کلاسم. بله الان سوال ازش حل میکنیم خانم رضوی. خب بریم سراغ ادامه بحثمون از روی جزوه. تمام مطالبی که الان توی تخت سفیدمون بررسی کردیم، توی جزوه سفیدمون بررسی کردیم، آرایش الکترونی فشرده هم کار میکنیم. دانش آموزای قبلتون رتبه کنکورشون چند شد؟ پایین ترین رتبه، یعنی بهترین رتبه کنکور سال 1400 که هنوز نتایجش نیومده، کنکور 99 16 تا شاگرد زیر 1000 داشتم که حالا انشالله بعداً آمارشون رو براتون خواهیم گذاشت و همشون هم درصد شیمیشون رو بالای بین 60 تا 90 زدن دیگه، بین 60 تا 90 این 16 نفر شیمیشون رو زدن. خب الان یکی از بچه‌ها گفتش که ازش میشه نمونه سوال کار بکنید. بچه‌ها دنبال قاتل بروسلی میگردن از چند تا شاگرد که خب خیلی، من شاگرد زیاد دارم، نمیدونم واقعا تعداد دقیقشون چند تا بوده پارسال، نمیدونم واقعا شاید 1000 تا شاگرد داشتم پارسال. از این 1000 تا 16 تا رتبه زیر 1000 و یه عالمه رتبه زیر نمیدونم 2000 3000 5000 رتبه خوب خدا رو شکر زیاد داشتیم درصد شیمی. بچه چرا الان یهو یاد این سوال افتادین؟ اینا رو بذارین جلسات اصلیمون که شروع شد اصلا اینا رو من بهتون میگم که کتاب تست چی بخرید، چی باید چیکار بکنید. تست کنکور 3، تعداد الکترون هایی در اتم اکسیژن که مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی آنها برابر 3 است، 50% همین تعداد الکترون ها در اتم منیزیوم است. ما یه اتم اکسیژن 8 داریم، یعنی اکسیژن با عدد اتمی 8، اکسیژن با عدد اتمی 8 و یه منیزیوم داریم با عدد اتمی 12. میتونیم بر اساس این عددهای اتمی شروع کنیم آرایش الکترونی این اتم ها رو نوشتن. بر اساس عدد اتمیشون شروع کنیم آرایش الکترونیشون بنویسیم. 1s2 2s2 2p4، این میشه آرایش الکترونی اکسیژن 8. چون جمع تعداد الکترون ها، نگاه کن، دو تا اینجا 4 تا اینجا، 2 2 4 رو هم دیگه جمعشون میشه چند؟ 2 2 4 میشه چند؟ 2 2 4 میشه چند؟ جمعشون 8 باریکلا. پس ما رسیدیم به عدد اتمیمون 8. همیشه باید آرایش الکترونی تو جوری بنویسی که مجموع تعداد این توانها جمع این اعداد توان برابر با عدد اتمیت بشه. بریم بعدی. منیزیوم هم آرایش الکترونیشو بنویسیم. میخوایم به 12 برسیم. 1s2 2s2 2p6 تا اینجا شد 10 تا، 3s2 شد 12 تا. چی شد 12؟ جمع این توانها، یعنی جمع تعداد الکترون ها 2 2 6 2، جمع الکترون ها میشه 12، یعنی برابر با همین عدد اتمی عنصرمون میشه. حالا گفته که تعداد الکترون های در اتم اکسیژن که مجموع عدد،
پس ما با چی کار داریم؟ از صورت سوال میفهمیم با مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی. بچه ها همه حواسش اینجا باشه که عالی بفهمن، همه حواسش اینجا باشه عالی بفهمن. مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی یعنی همون N و L، یعنی منظورش N به علاوه L. آقای قاضی مورد، ما که الان N به علاوه L یاد گرفتیم، باهاش هم کار کردیم. بله دقیقا میخواییم از همون استفاده کنیم. بچه ها زیر لایه اول یعنی یک S، N به علاوه L شنده صفره، صفره، صفره. N به علاوه L زیر لایه اول چنده؟ یکه. باری کلا بیدار باشین، N به علاوه Lش یکه. دو S چنده بچه ها؟ دو S N به علاوه Lش. همه جواب بدن N به علاوه L برای دو S. ماشالله باری کلا به این کلاس، عالی، رگباری داره کامنتا میاد، ماشالله. N به علاوه L دو S دوه. بچه ها دو پیو بگید، جر بدین دو پیو. دو پی ماشالله سه، پس شد یک دو سه. همین کار رو واسه عنصر پایینی انجام بدیم. یک اس میشه یک به علاوه صفر یک، دو اس دو صفر دو، دو پی دو یک سه، سه اس هم سه. پس ما الان این عدد قرمزه که نوشیم N به علاوه اله. این گفته تو صورت سوال N به علاوه الش سه باشه. بچه شما به من جواب بدین اکسیژن هشت چند تا عنصر، چند تا الکترون داره که N به علاوه الش سه؟ اینا چند تا داره؟ چند تا الکترون با N به علاوه ال سه داره؟ دقت کن، چند تا الکترون اینجا توی این زیرلایه‌ای که N به علاوه الش سه چند تا الکترون نشسته؟ ماشالله چهار تا. پس چهار الکترون این ویژگی رو دارن که N به علاوه الشون سه. بعدی N به علاوه L3 یعنی اینها، اینجا و اینجا. خب تعداد الکترونهاشو بریم ببینیم چند تا. سیه شیشتا یه دوتا، شیش و دو میشه هشت الکترون. بچه ها هشت، چار الکترون نسبت به هشت الکترون، مگه جوابش یک دوم نمیشه؟ چارشتم یه دومه دیگه. مگه یه دوم نصف یا همون پنجاه درصد نیست؟ اینم گفته پنجاه درصد همین تعداد در اتم منیزیوم است. کاملا درسته. همه فهمیدن چی شد؟ یه بار دیگه، یه بار دیگه بچه ها همه تیکه تیکه بریم جلو. اوکی کامنت ندین، کامنت ندین، تیکه تیکه بریم جلو. آرایش نویسیشو همه فهمیدن؟ آرایش نویسیشو همه فهمیدن؟ خب یعنی یک استو دو استو دو پی چهار برای بالایی، برای پایینی یک استو دو استو دو پی شیش سه استو. برای آرایش الکترونی که کار خاصی نکردیم. حالا عددهایی که زیر هر کدوم از اینا نوشتم قرمزا، عدد N به علاوه L. نگاه کن، ما N به علاوه L میخواییم نسبتاشون رو بررسی کنیم. N به علاوه L، N به علاوه L این یک، N به علاوه این دو، N به علاوه L این سه. پایین یک دو سه سه. این N به علاوه L رو همه فهمیدن. اون عدد زیر لایه ها رو چجوری فهمیدیم؟ بچه ها همین الان N به علاوه L رو درس دادم. اینها دیگه رو تخته قبلی، اینها، اینها N به علاوه L، N به علاوه L، اینها، اینها درس امروزمون. اول درس دادم بعد دارم تستشو هم. اینها N به علاوه L زیر لایه ها عدده Nشون عدده Lشون رو هم دیگه جمع میکنی. منم الان اونجا دارم عدد N به علاوه L زیر آرش الکترون عنصر منیزیم نوشین طبق اصل آفا نوشین. بله دیگه، طبق اصل دیگه ای مگه داریم بتونیم بنویسیم؟ آرش الکترون طبق اصل آفا نوشتیم. بعد اومدم طبق این چیزی که الان با هم یاد گرفته بودیم عدد N به علاوه L هر زیر لایه رو مشخص کردم، یعنی 1 2 3 1 2 3 3. بعد اومده گفته الکترون هایی که N به علاوه L شون سه. خب اینا سه فقط دو پیه دیگه، دو پی چهار برای عنصر اولی. N به علاوه L سه دو پی چهاره، پس یعنی چهار تا الکترون با این مشخصه داره. بعدی N به علاوه L سه یه دونه دو پی شیشه، یه دونه سه استو.
خب دو پی 6 و 3 s 2 جمعا 6 تا و 2 تا الکترون دارن میشه 8 تا الکترون. پس بالا 4 الکترون پایین 8 الکترون، نسبتش میشه 1/2 یا 50%. بله همه چیو میگیم، همه چیو میگیم انشالله. این سوال همه متوجه شد. فکر کنم تو منیزیوم باید نصف باشه، تو منیزیوم دو برابره. ارشیا جان تو منیزیوم شد 8 تا الکترون، تو اکسیژن شد 4 تا الکترون. اینا داریم میبینیم دیگه، داریم میشمریم. آقا این N به علاوه L3 فقط 2P4ه، این N به علاوه L3 که 3 باشه 2P6 و 3S2ه. بالا 4 تا الکترون پایین 8 داره. چرا میگی باید نصف باشه؟ تو منیزیوم تعداد، دو برابره تعداد در عنصر اکسیژنه. همه این سوالو فهمیدن؟ همه سوال رو متوجه شدن؟ برکلا. خب حالا میخوایم بریم در مورد استثناءات اصل آفوسو. ببین بذار خیالتو راحت کنم، هر گاگولی میدونه 4S2 3D4 نداریم تبدیل میشه به 4S1 3D5 و 4S2 3D9 نداریم میشه 4S1 3D10. اینا همه میدونن. چیزی که برای ما مهمه دلیلشه. آروم باش، هی نگو میدونیم. منظور منیزیوم 50%؟ نه دیگه شایان جان، اکسیژن نسبتش به منیزیوم 50% باشه. سوالو بعدا خوب بخون یه بار دیگه اوتش. اگر قرار باشد ما در مورد بی نظمی توی آرایش الکترونی صحبت کنیم، همون چیزی که همتون میدونید، عنصر 24 29 کروم مس این داستانا، اونا رو اگر قرار باشه بنویسیم، همه بلدن، همه میدونن که عنصر 24 عنصر 29 بی نظمی دارن. اما چیزی که مهمه دلیلشه، و دلیلشه که توی تستای کنکور حرفه‌ای از ما میپرسن. وگرنه بازم تکرار میکنم، هر گاگولی وقتی به سال کنکور میرسه استثناء بودن کروم و مس رو بلده، میدونه کروم و مس استثناء دارن، اما دلیلش مهمه. اتفاقات بعدش، پیش زمینه هاش، دلایلش اهمیت داره. خوب دقت کنید، ببین من مبحثو از کجا شروع میکنم. انواع زیر لایه میخوایم ببینیم چه انواعی داره زیر لایه ها برای ما از یه دیدگاهی پر نیمه پر نامنظم. همه کامنتو واسه من جر بدن با جواب به این سوال، تعداد الکترون هایی که تو پی جا میشه چند تاست؟ تو زیرلایه پی چند تا الکترون جا میشه؟ پی پی تو رو قرآن دقت کنید، ماشاءالله باریکلا، پی 6 ششتاییه، پی ششتاییه. آها آها این کلاس خوبه. فرض کنید ما میخواییم در مورد پی صحبت کنیم. اگر زیر لایه پی کل 6 الکترونش رو داشته باشه بهش میگیم پر، اگه نصف این تعداد رو داشته باشه میگیم نیمه پر، هر حالتی بجز پر و نیمه پر رو بهش میگیم نامنظم. دوباره پی تو پی چند تا جا میشه؟ چند تا الکترون جا؟ 6 تا. پس اگر 6 تا داشته باشه بهش میگیم پر، اگر نصف داشته باشه، نصف 6 میشه 3، خب اسمش شوشه نیمه پر، یعنی نصف پر، نصف پر رو داشته باشه بهش میگیم نیمه پر، نصف حالت پر رو داشته باشه بهش میگیم نیمه پر، هر حالتی بجز پر و نیمه پر رو بهش میگیم نامنظم. پس یعنی مثلا حالتهای پی 1 پی 2 پی 4 و پی 5 اینا رو میگیم حالتهای نامنظم. همه این قصه پر و نیمه پر و نامنظم رو فهمیدن؟ همه فهمیدن پر نیمه پر نامنظم چیه؟ مثلا برای S
بچه ها S فقط S2 داره و S1 دیگه چیز دیگه که نمیشه. S2 پره، S2 پره، S1 نیمه پره. پس نتیجه میگیریم زیر لایه S حالت نامنظم ندارد. حالت نامنظم ندارد. یا پره یا نیمه پر. بریم سراغ D. بچه ها D دهش پره، پنجش نیمه پره. دی ده، دی پنج. هر حالتی به جز پر و نیمه پر میشه نامنظم. یعنی چیا؟ دی یک، دی دو، دی سه، دی چار، دی شیش، دی هفت، دی هشت، دی نو. همه دارن میفهمن چی میباری کلا. یک، دو، سه، چار، شیش، هفت، هشت، نو. درست شو؟ برای اف هم که بچه ها اف چون تعداد کل گنجایشش ببخش 14 تاییه، پس یعنی حالت پرش میشه F14، حالت نیمه پرش میشه F7 و حالتهای نامنظمش میشه F1 و F2 و F3 و الاخر F4، F5، F6، بعد F8، 9، 10، 11، 12، 13. همه فهمیدن این داستانو؟ این بحثا همه متوجه شدن؟ یعنی تقسیم بندی زیمرسی، یعنی تقسیم بندی زیر لایه ها، تقسیم بندی زیر لایه ها به پر و نیمه پر و نامنظم، تقسیم بندی زیر لایه ها به پر و نیمه پر و نامنظم. حالا خوب دقت کن، از اینجا به بعد بحثمون مهمه. از اینجا به بعد بحثمون مهمه. اگر قرار باشه از نظر پایداری من این زیرلایه ها رو با همدیگه مقایسه بکنم، اگر قرار باشه من این زیرلایه ها رو از نظر پایداری با همدیگه مقایسه بکنم، پایداری پر بیشتر از نیمه پر، نیمه پر بیشتر از نامنظم. یعنی زیرلایه ها اول ترجیحشون اینه که پر باشن، اگر نشد دوست دارن نیمه پر باشن، اگر نشد مجبورن نامنظم باشن. زیرلایه ها دوست دارن پر باشن، اگر نشد دوست دارن نیمه پر باشن، و اگر هیچ کدومش نشد مجبورن نامنظم باشن. مجبورن نامنظم باشن. Everybody understand؟ سری نیتیو آمریکایی ریختن اینجا، داریم با هم شیمی یاد میگیریم. ماشاءالله ماشاءالله. خب حالا اینجا رو ببین کاربردش. آقا بریم با هم دیگه آرایش الکترونی کروم 24 رو بنویسیم. حالا این مقدماتی که الان گفتیم خیلی به درک یه سری موضوعات کمک میکنه. یک S2، دو S2، دو P6، سه S2، سه P6، چار S2، تا اینجا شده 20 تا، چار تا دیگه میخواد، سه D4. درسته؟ موافقین؟ استاد فقط کروم و مس استثنا، عنصرهای دیگری هم استثنا هستن. اگه سب بکنید بعد از اینکه استثناء رو قواعدش رو گفتن تموم شد، تش میگم که خب حالا چه جوری از کجا بفهمیم کدوم عنصر استثناء هستن. حواسه به من بچه ها. انتهای آرایش الکترونی رو نگاه کنید. من با اینجا کار دارم، با آخرین لایش، یعنی زیر لایه های 4 است و 3 دی 4. الان بچه ها از نظر تقسیم بندی که ما بالا یاد گرفتیم، یعنی تقسیم بندی پر نیمه پر نامنظم، وایسا توی ترتیب پر نیمه پر نامنظم چرا الکترون‌هاشو فشرده شده نمی‌بینیم؟ فرقی نمی‌کنه تاها جان، جای دی او اس عوض میشه. بله بعد از اینکه اینا پر شدن جای دی او اس عوض می‌شود. یعنی بذارید اونجوری بنویسم که بعداً
بذاریم اصلا با گاز انرژی هم بنویسم، حالا الان بعدش با گاز انرژی مینویسم. بعد از این میشه 3S2 3P6 سدی چند؟ سدی 4 بعدش میشه 4S2. همه فهمیدن چی شد؟ خب الان اتفاقی که افتاده اینه، ما سدی چهارمون نامنظمه و 4S2مون پره. دو تا زیر لایه آخر، سدی چهارمون نامنظمه، 4S2مون پره. اتفاقی که میفته اینه که یه دونه الکترون از 4S جابجا میشه به سدی. ببین می‌نویسم الکترون. پس یعنی تبدیل میشوند به چی؟ تبدیل میشوند به سدی 5 4S 1. سدی 5 حالا نیمه پر است. درسته؟ سدی 5 نیمه پر است. 4S 1 هم نیمه پر است. یعنی یه پر و یه نامنظم تبدیل شدن به دو تا نیمه پر. یه سوال، فرض کنید دو نفر دوستن گوش بده، یکیشون 50 میلیارد پول داره، یکیشون بدهکار قرض و قوله داره، اوضاع مالی افتضاح. اینا با هم دوستن. بابا یه دقیقه من گوش بدین تو رو قرآن، بعد توضیح میدم همه سوالاتون برطرف میشه. چرا از اس کم شد؟ مگه اس پروپایدانه؟ توضیح میدیم. اونی که پولش خیلی زیاده شروع میکنه یه سری از پولاشو میده به اونی که خیلی داغونه. الان جفتشون عمرن اگه این اتفاق بیفته، بله توی واقعیت، ولی انسانیش اینه که این اتفاق بیفته. در اثر این اتفاق حالا چی میشه؟ هر دوشون یه مقداری پول دارن که اون خیلی پول داره، پولش کمتر شده، این داغونه پولش بیشتر شده، ولی الان چون پولاشون به هم نزدیک شده جفتشون حالشون خوبه، جفتشون پایداری فکری دارن، حالشون بهتره. پس در واقع با این جابجایی پول از خیلی پولدار به خیلی بدبخت، هر دو پولشون متعادل میشه و هر دو یعنی در واقع یه خیلی پولدار و یه خیلی داغون تبدیل میشن به دو تا تقریبا پولدار. ها ما اینجا یه پر داریم، یه نامنظم. پر خیلی حالش خوبه، نامنظم حالش داغونه. این پره میاد به این نامنظمه یه دونه الکترون میده، خودش میشه نیمه پر، اونم میکنه نیمه پر. حالا سوال، آقای قاضی مراد چرا این جابجایی الکترون از 4S اتفاق میفته؟ چرا از بقیه؟ آقا 4S بیرونی ترین زیرلایه است، بیرونی ترین زیرلایه الکتروناش از همه شلتره و اگر قرار به جابجایی الکترون باشه، زیرلایه‌ای که از همه بیرونتر قرار داره چون الکترون‌هاش شله، راحت‌تر میتونه الکترون اهدا بکنه. باریکلا، چون در واقع ناپایدارتره، هرچی بیرونتر باشه الکترون ناپایدارترن، برای کنده شدنشون، جدا شدنشون و جابجا شدنشون صرف انرژی کمتری نیاز هست. پس از این به بعد همیشه 4S1 3D5 داریم بر اساس استدلال سطح انرژی و پایداری. سریع همین قصه رو در مورد مس 29 هم استفاده بکنیم. CU20 محسن تو اینا رو بردی این ور؟ تو الان یهو اینجوری اینا شیفت شد این ور؟ نه خوبه، اتفاقا ماشی یه وره بهتره، باید میکشیدم خودم. خب مس 29، حالا این مس 29 رو یکم حرفه‌ای ترش کنیم. آقا دکترا، خانم دکترا، آقا مهندسا، خانم مهندسا، چرا حسین استثا فقط برای سه گوش بدیم میگم. حالا حرفه‌ای تر منظورم اینه که با گاز نجیب میخوایم بنویسیم. اگه اینو بخوای با گاز نجیب بنویسی میشه آرگون سدینو 4S2. آرگون 18 تاست، دو تا بگیره میشه 20 تا، 9 تا دیگه هم بگیره میشه 29 تا. حالا بچه ها الان دو تا
زیرلایه بیرونی، دو تا زیرلایه بیرونی، 3 دی 9 4 اس 2 چه وضعیتی دارن؟ 3 دی 9 نامنظم، 4 اس 2 پر. یه پر یه نامنظم. خب چه اتفاقی میفته؟ یه الکترون میاد جابجا میشه از اس به دی. وقتی این الکترون جابجا بشه یعنی در واقع آرایشش میشه آرگون 3d10 4s1. حالا 3d10 پره، 4s1 نیمه پره. پس یه پر و نامنظم تبدیل شد به یه پر و نیمه پر. بچه ها پر نامنظم، پر و نامنظم بهتره یا پر و نیمه پر؟ پر و نامنظم بهتره یا پر و نیمه پر؟ خب بدیهیه که پر و نیمه پر بهتره. سطح انرژی کمتری داره، پایداری بیشتری داره. سطح انرژی کمتر، پایداری بیشتر. درست شد؟ پس از این به بعد هر موقع 4s2 3d 4 داشتیم تبدیلش میکنیم به 4s1 3d 5. یا بهتره بگیم هر موقع s2 d 4 داشتیم میکنیمش s1 d 5 و هر موقع s2 d 9 داشتیم تبدیلش میکنیم به s1 d 10. حالا اگر سوالی در موردش دارید بپرسید. استاد برای عنصر کروم چرا تعداد الکترون دی نوشتین 4، چرا 6 ننوشتین؟ برای کروم چرا نوشتم 4؟ برای عنصر چرا تعداد الکترون دی رو نوشتین 4؟ به خاطر اینکه اول باید عزیزم، اول باید بیاد 4 سپر کنه بعد 3 دیو. اصل آفبام اگه نمیگفت اول 4 سپر میشه بعد 3 دی. خب اول رفته 4 سو دو تاشو پر کرده بعد رفته اون بقیه شو ریخته تو دی. استاد میشه این مدل فشرده رو توضیح الان میگم. بقیه استثناء. بچه ها شما لازم نیست عنصرهای استثناء رو حفظ باشید. شما لازم نیست استثناء رو حفظ باشید. یعنی عددهای اتمیشونو فقط یادت نگه دار. آقا خانوم تو رو قرآن دقت کن سر این استثناء ها. گول نخوری، اضافه هم یاد نگیری. فقط یادت نگه دار هر موقع S2D4 هر جا دیدم تبدیلش میکنم به S1D5، هر موقع هر جا S2D9 دیدم تبدیلش میکنم به S1D10. فقط هم برای دی این اتفاق میفته، فقط برای زیرلایه دی، چون فقط عناصر واسطه زیرلایه دی ان که میتونن اینجا به جای الکترون انجام بدن. در مورد اس و پی این قصه نمیتونه اتفاق بیفته. شما هم نمیخواد بهش فکر بکنید، ولش کنید، اصلا خارج از محدوده دبیرستانه. گستردش به چه صورته؟ بچه ها این جا به جاییه رو یاد بگیری تو رو قرآن. الان میریم سراغ آرایش الکترونی، بازم تمرین میکنی با هم دیگه. بابا من الان دارم استثناء میگم، استثناء رو یاد بگیر. هر موقع S2D4 دیدی بکنش S1D5، هر موقع S2D9 دیدی بکنش S1D10. اینو یاد گرفتی؟ برای نه فقط بین S و D این اتفاق. آقا ای بابا 50 بار میگم فقط S و D، فقط بین اس و دی این اتفاق میفته. تمام. نه اصلا چرا این اس فقط در روی دی 4 و دی 9 هست؟ مگه بقیه دی ها نامنظم نیستن؟ ببین بچه ها، خانوم زاره میپرسه که استاد چرا این استثناء فقط در روی دی 4 و دی 9 هست؟ مگه بقیه دی ها نامنظم نیستن؟ سوال خوبیه. چرا بقیه دی ها هم نامنظم هستن؟ اما دی 4 و دی 9 که با گرفتن یه دونه الکترون از اس میتونه تبدیل به پر بشه، یعنی از نیمه از نامنظم به پر تبدیل شه. به خاطر همین ما میایم در مورد دی 4 و دی 9 صحبت میکنیم. بقیه بی‌نظمی های دی انقدر الکترون کم دارن که تو هر چه قدم حالا بهشون الکترون دیگه، اصلا اس اونقدر الکترون، اس کلا دوتا داره، اس کلا دوتا داره که این دوتا یه دونش هم باید واسه خودش نگه داره که خودش ساقط نشه، از وجود ساقط نشه، دوتا الکترونشو بده اس کلا از بین میره. یعنی کلا اس توانش دادن یه دونه الکترونه. به خاطر همین زمانی این اتفاقا میفته که زیرلایه دی فقط یه دونه الکترون کم داشته باشه برای رسیدن به وضعیت در واقع نیمه پر یا وضعیت پر. مینازاره متوجه شدی؟ اوکی. خیلی خب.
داریم صدا رو. خب بچه ها به خاطر اهمیت بحث کلن آرایش الکترونی و مدل فشرده آرایش الکترونی، من نفهمیدم چرا بین بقیه دی ها این اتفاق نمی افتد. ببینید بچه ها، هر جا اس و دی داشته باشیم این اتفاق می افته. احمد رضا جان، بچه ها احمد رضا جمالی می پرسه چرا بین بقیه دی ها این اتفاق، من کی گفتم بین بقیه دی ها این اتفاق؟ اتفاقا من ذریب پشتشون نذاشتم که تأکید بکنم هر جا اس و دی باشن این اتفاق می افته. بچه ها هر جا اس و دی باشن این اتفاق می افته. بین چهار اس و بین چهار اس و سه دی این جا به جای الکترون از اس به دی اتفاق میفته. بین پنج اس و چهار دی این جا به جای الکترون از اس به دی اتفاق میفته. بین عرضم به خدمت شما که شیش اس و چهار دی این جا به جای اتفاق میفته. بین 7 اس و 5 دی هم این جابجایی الکترون اتفاق میفته. تمام. الان دقیقاً سوالت همین بود که من نفهمیدم چرا بین بقیه دی ها اتفاق نمیفته. اصلا اشتباه فهمیدی. بین بقیه دی ها می اتفاق میفته. هر جا اس و دی کنار هم دیگه بشینند و آرایش الکترونی بهش ختم بشه این جابجایی الکترون اتفاق میفته. بیشتر از یکی هم ممکنه بهش بده. نه، فقط یه دونه الکترون جابجا میشه. فقط یه دونه الکترون میتونه جابجا بشه. چون بیشتر از ببینید بچه‌ها دلیلشو یاد بگیرید. فاطمه امیدی میپرسه بیشتر از یه دونه میشه اتفاق بیفته؟ نه، چون اگر بیش از یک الکترون، اس کلاً دو تا الکترون داره. اس کلاً دو الکترون دارد. خب اگر قرار باشه بیشتر از یه دونه یعنی چی؟ یعنی هر دوتاشو بده دیگه. اگه هر دوتاشو بده کلن اس خالی میشه، یعنی از زندگی ساقط میشه دیگه، خودش میمیره. خب ما نمیخوایم که کلن آقا تو بیای به یکی کمک کنی که به این قیمت که خودت بمیری، نه دیگه، میخوایم خود زیر لایه اس هم باشه، به بغلیش کمک هم کرده باشه. به همین خاطر نهایت کمکی که اس میتونه به دی بکنه یه دونه الکترونه. اس کلن دو الکترون دارد، فقط یکی از این دوتا را میتواند به زیر لایه دی بدهد. فقط یه دونش رو میتونه به عنوان هدیه تقدیم زیر لایه دی بکنه. بله، وسعش هم انقدره. در همین چهار حالت هم اتفاق میفته خانم نگار مهدوی. فقط همین چهار حالت جابجایی الکترون بین اس و دی اتفاق میفته و آرایش های استثنایی رو برای ما میسازه. حالا بعضیا میگن آقای قاضی مراد عدد اتمی حفظ کنیم. میگم نه، عدد اتمی حفظ نکن. عدد اتمی حفظ بکنی سر کنکور یادت میره، تو استرس کنکور اصلا یادت میره اون عدد اتمی ها کدوم عنصرا بودن. فقط حفظ کن هر موقع چارس و ببخشید هر موقع اس و دی توی یکی از این چهار حالت کنار هم دیگه بودن و وضعیت اس و دی اینجوری بود که با جابجا کردن الکترون میشد اوضاع رو بهتر کرد، یعنی اس دو دی چهار بود یا اس دو دی نه بود، همین. بچه این دوتا رو یاد بگیرید، اس دو دی چهار و اس دو دی نه. هر موقع این دوتا صحنه رو دیدی جابجا کن الکترون. تمام. کل صحبتم میشه همین دوتا کادر آبی. آقا S2D4 دیدی بکنش S1D5، S2D9 دیدی بکنش S1D10. اینا بالا هم همینو گفتم. اینا گفتم کل بحث استثناءات آرایش الکترونی رو بخوایم خلاصه کنیم، بهترین خلاصه براش همینه. این باکس بهترین خلاصه برای جمع‌بندی استثناءات آرایش الکترونیه. یعنی هر موقع S2D4 دیدی تبدیلش بکن به S1D5 و هر موقع S2D9 دیدی تبدیلش کن به S1. یا اول فصل سوالو آره دیگه، 6S و 4P جا به جای الکترون داریم، بعد 7S و 5D پر میشن و تمام زیرلایه پر نمیشن. لایه منظم نیز روی P باقی میماند و فقط یک دانه الکترون میتواند به S قرض بده. احسن. بله ببخشید عدد جرمی هم
نیاز به حفظ داره. اصلا عدد جیا پیغمبر 118 تا عنصر رو میخوای بشی عدد جرمیشون رو حفظ کنی؟ داری شوخی میکنیم. مرضیه احمدی، مرضیه نگار مهدوی، همیشه اس یه دونه به دی میده یا فقط در چهار حالت؟ چی؟ همیشه اس یه دونه به دی میده. آره دی یه دونه میتونه یه دونه الکترون میتونه بده دی. آره همین الان گفت. آره نگار جان، همیشه فقط میتونه یه. پس چیکار کنیم؟ سوال تو بذار بعدن بیشتر راجع، یعنی جلوتر راجعش بیشتر میشه. عدد اتمی عنصر، بله عدد اتمی ها رو باید حفظ باشید، ولی عدد جرمی یا جرم اتمی نه. خیلی خوب. اوکی. بچه ها، من اگر آرایش الکترونی داشته باشم، من اگر آرایش الکترونی داشته باشم و بخوام اینو به صورت فشرده بنویسمش، پس میگم آرایش الکترونی فشرده، باید حتما گازهای نجیب رو حفظ باشم. گازهای نجیب هلیوم 2، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54، رادون 86. درست؟ حالا چجوری از گازهای نجیب، من سوالا رو میخونم دیگه، سوالا رو یعنی بلند میگم اون سوالایش که خوب باشه که شما بشنوید، نگران نباشید. 2 10 18 36 54 86، آخرین گاز نجیبم که اوگانسون 118، با اون کاری نداریم چون تو آرایش الکترونی اصلا استفاده نمیشود. حالا مثلا فرض کن من آرایش الکترونی Fe 26 رو میخوام بنویسم، آهن با عدد اتمی 26 رو من میخوام آرایش الکترونیش رو بنویسم. اول یه بار عادیش رو بخوام بنویسیم، میگیم 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 تا اینجا 18 تا، 4s2 20 تا، 3d6 26 تا، که بعد میتونیم اینو مرتبش بکنیم، یعنی بعد از مرتب کردن این 3d6 رو بیاریم کنار خود زیر لایه های لایه 3 بنویسیم. بچه ها الان شما به من جواب بدین، میخوایم بشمریم ببینیم چند تا لایه پر شده، یعنی چند تا لایه رد کردیم. 1s پس این لایه اول، 2s و 2p این لایه دوم، 3s و 3p این لایه سوم، اما چهارمین لایه هنوز نصف نیمه است، 4s2 3d6، پس یعنی سه تا لایه کامل پر شده. پس میریم سراغ سومین گاز نجیب، یعنی آرگون. پس به جای سه تا لایه اول پر شده، همون گاز نجیب خودشو میذاریم، 1 2 3 تا پر شده، پس گاز نجیب سوم. اگه 4 تا پر شده بود، پس گاز نجیب چهارم. اگه 5 تا پر شده بود، گاز نجیب پنجم. یه دونه پر شده بود، گاز نجیب یکم. اینجا 3 تا پر شده، گاز نجیب سوم. آرگون میذاریم، آرگون داره کار کل این قسمت رو میکنه، آرگون داره کل کار این قسمت رو، یعنی کل اینو نشون میده در واقع. فقط ادامهش رو مینویسیم، آرگون 4s2 3d6، آرگون 4s2 3d6. همه فهمیدن چجوری باید ساختار فشرده با گاز نجیب بنویسی؟ استاد 3d جزء دوره 4 محسوب میشه، جزء دوره سومه، هر کسی جزء اون دوره حساب میشه که ضریبشو داره. همه فهمیدن اینو؟ نه نه، بالایی آرایش باز، پایینی فشرده است دیگه. آرایش فشرده با این با مدل گاز نجیب نوشتن میگن، بالایی که فشرده نیست که. حالا بچه ها معمولا شما، یعنی در واقع میخوایم ببینیم که چه زمانهایی باید آرایشمون رو باز بنویسیم، چه زمانهایی فشرده با گاز نجیب، چه زمانی باز بنویسیم، چه زمانی فشرده.
زمانی که سوال توی تست سوال از شما راجع به کل ساختار اتم پرسیده، مثلا میپرسه که چند الکترون در ساختار اتم دارای ان به علاوه ال مثلا 2، یعنی اگه نه نمیخواد مرتب کنی، نمیخواد اینو مرتبش بکنی، مرتب هم بخوایم بکنی نهایت باید این دو تا رو جابجا بنویسی، خیلی فرقی نمیکنه. در مورد سوالاتی که از تمام لایه‌ها و زیر لایه‌ها میپرسه آرایش رو باید باز بنویسید، اما یه سری سوال هست فقط راجع به لایه ظرفیت سوال میپرسه، سوالات مربوط به لایه ظرفیت یعنی با لایه قبلی‌ها کاری نداره، پس به صورت فشرده می‌نویسیم. پس چه زمانی باز سوال راجع به کل آرایش عنصر، چه زمانی آرایش رو فشرده بنویسیم سوال فقط راجع به لایه ظرفیت، مثلا فقط تعداد الکترون‌های ظرفیتی رو میخواد، مثلا شماره دوره و گروه عنصر در جدول رو میخواد، مثلا میخوایم ببینیم که اون عنصر چه فرمول اکسیدیتش، تمام اینا حالا یاد میگیریم با هم دیگه، تمام اینا سوالات و اطلاعاتیه که مربوط به وضعیت عنصر در لایه ظرفیتشه، در لایه ظرفیتشه، درست شو؟ بله. یه مرور کنیم با هم دیگه بچه ها، یه مرور بکنیم. اگر قرار باشد ما آرایش الکترونیمون رو در واقع به صورت گسترده یا فشرده بنویسیم، به تعداد لایه‌های پر شده از الکترون، شروع می‌کنیم گاز نجیب مورد نظر رو گذاشتن، یعنی گاز نجیب یکم، دوم، سوم. چرا گاز نجیب سوم؟ چون 3 لایه از الکترون پر شده است، درست شد؟ و این 3 لایه‌ای که از الکترون پر شده در واقع به ما نشون میده که ما باید گاز نجیب شماره 3 رو بنویسیم، یعنی به جای این 3 لایه اول گاز نجیب سوم رو بذاریم. گاز نجیب ها رو هم که اون بالا نوشتیم، هلیوم، نئون، آرگون. آرگون میشه سومین گاز نجیبمون، پس به جای 3 لایه پر شدهمون گاز نجیب سوم یعنی آرگون رو میذاریم و بعد ادامش رو خودش رو مینویسیم، یعنی 4 + 3 = 6 رو خودش رو می نویسیم، درست شد؟ حالا و چه زمانی، یعنی از کجا بفهمیم کی باید از آرایش الکترونی باز استفاده کنیم، کی از آرایش الکترونی فشرده؟ زمانی که سوال در مورد تمام اجزا و ساختار سوال داره باید از آرایش باز استفاده کنیم، زمانی که سوال فقط در مورد آرایش الکترونی لایه ظرفیته یا سوالات مرتبط به لایه ظرفیت، یعنی ما با اجزای داخلیش کاری نداریم، پس میتونیم با خیال راحت با در واقع گاز نجیب بنویسیم. اینم که اول 3D نوشته میشه بعد 4S. بچه ها زمانی که شما 4S 3D می نویسید، یه دقیقه من گوش بدین. در مورد ترتیب نوشتن 4S 3D این که اول کدوم نویسی اصلا مهم نیست، فقط مهم اینه که بدونی اول 4S از الکترون پر میشه بعد 3D. ترتیب پر شدن مهمه، بعد که ترتیب پر شدنت رو درست انجام دادی، یعنی اول 4S رو پر کردی بعد 3D رو دوست داشتی، میتونی 3D رو ببری کنار زیرلایه‌های کنار زیرلایه‌های 3 بنویسی، یعنی کنار هم خانواده‌های خودش بنویسی، دوست هم نداشتی میتونی نکنی این کارو، همینجا بذاری بمونه، درست شو؟ شماره دوره گروه جلساتو بعد بهش میرسیم. مال لایه 3، بله. میپرسن پس الان 3D مال لایه 3، بله. هر زیر لایه‌ای متعلق به اون لایه است که ضریبش رو داره، چون 3D یعنی ضریبش 3، پس در واقع متعلق به لایه 3ومه. 4S 4P 4D 4F متعلق به لایه 4ومه. 5S 5P 5D 5F متعلق به لایه 5ومه. خیلی اینم از این. بچه ها در مورد ادامه بحثمون یعنی توی ادامه بحثمون میرسیم به یه تست کنکوری از
سراسری ریاضی 98 این رو به عنوان آخرین سوال امروزمون حل بکنین، این تست رو حل بکنین و خسته نباشید بچه ها. جذاب تست کنکور سراسری 98 ببینید چقدر تست گلابی و ساده است. میپرسه که آرایش الکترونی لایه آخر اتم کدام عنصر مشابه لایه ظرفیت K19. خب ما اول آرایش الکترونی عنصر شماره 19 یعنی همین K19 که گفته رو بنویسیم. 19 با گاز نجیب بخوام بنویسم باید آرگون 18 بذارم بعد 4C1. 19 میشه آرگون 4C1. حالا بریم سراغ نوشتن آرایش گزینه ها. 29 داریم، یادت نره حواست باشه استثناء رو. 29 میشه آرگون 4C1 3D5. عنصر بعدی 21، 21 میشه آرگون 18 4S2 3D1. 21 بریم سراغ 27، بعد عنصر بعدی گزینه بعدی عنصر شماره 27ه. 27 هم باز باید با آرگون 18 بنویسیم، آرگون 18 4S2 3D7 و عنصر شماره 31 آرگون 18 4S2 20 3D10 30 4P1 31. این میشه آرایش الکترونی 4 تا گزینه، اونم آرایش الکترونی صورت سوال. بچه ها گفته آرایش الکترونی لایه ظرفیت کدوم یکی مشابه پتاسیم؟ 4S1 4S2 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 4P1. یعنی در واقع من الان اومدم لایه چهارهای همشون رو با هم مقایسه کردم، لایه چهارها را با هم مقایسه کردم. لایه 4 رو با هم مقایسه بکنید، 4S1 این 4S1 بقیه 4S2 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 شد، پس میشه عنصر شماره 29 گزینه 1. باورتون میشه این تست کنکور سراسری بوده؟ تمام حله؟ همه این تست رو یاد گرفتن؟ نه فقط این، نه فقط 98، من بهتون یاد میدم یک سال در طول سال که چجوری حتی از کنکورهای 99400 رو هوا بتونی 25 تاشو بزنی، از 35 تا 25 تاشو گلابی بزنی. بچه فقط به قسمت های هایلایت شده نگار جان، فقط به قسمت هایلایت شده نگاه کن، قسمت های هایلایت شده 4C1، حالا گزینه ها 4C1 4S2 4S2 4S2. خب کی شبیه اونه بابا؟ 4C1 دیگه، 4C1. قربون شما، قربون شما. بچه ها کلاس امروز چطور بود؟ عالی، دمتون گرم، دمتون گرم. جزوه رو میدن بهتون، نگران نباشی. خیلی فانتاستیک. خیر بچه ها دمتون گرم، خسته نباشید. از هفته بعد دیگه شروع رسمی کلاس هامونه و با هم دیگه انشالله میتره کنیم و شیمی رو تیکه پاره میکنیم دیگه. خدای با آدم ها بال نداته بهتون شما از فرشتات چوی ها اول فضل. خیلی مخلصیم، دمتون گرم، خیلی مخلصیم، قربون شما. خدافز.